شورای علمای شیعه در حرات از حکومت طالبان خواست با بازگرداندن اسلحه به جوانان کمیتاهای امنیتی و فعال کردن مجدد این کمیتاهای امنیتی حفاظت از مساجد و حسینیها از بیم شیعیان در خصوص تداوم حملات داعش بکاهند این شورا در بیانیه‌ای گفت پس از آنکه عناصر طالبان سلاحهای کمیتههای امنیتی تشکیل شده از مردم مناطق را مصادره کردند ترس و نگرانی عمیقی نسبت به نبود حفاظت کافی از مساجد و حسینی ها وجود دارد در این بیانیه آمده پس از تسلط طالبان بسیاری از مساجد مورد حملات تروریستی گروهک تروریستی داعش قرار گرفتند که آخرین آن انفجار تروریستی مسجد فاطمه سلام الله علیها بود که منجر به شهید و زخمی شدن دهها نفر شده است شهروندان شیعه در افغانستان در سایه مشکلات امنیتی این کشور و به خصوص پس از حمله داعش به مساجد شیعیان در قندهار در جنوب این کشور طی هفته های گذشته نسبت به افزایش حملات داعش به خصوص علیه شیعیان ابراز نگرانی کردند که یک ماه اخیر گروهک تروریستی داعش دو مسجد شیعیان یکی در ایالت قندوز در شمال و دیگری در استان قندهار را هدف گرفته که به شهید و زخمی شدن ده نفر منجر شده است.